شالکه یکی از محبوب ترین و پر افتخار ترین تیمای بوندسلیگا، با 7 بار قهرمانی تو بوندسلیگا، 5 بار قهرمانی تو دی اف بی پوکال، 1 بار قهرمانی سوپرگاپ آلمان و البته 1 بار هم قهرمانی لیگ اروپا. ولی تو این دو فصل اخیر شالکه اصلا دوران خوبی رو سپری نکرده. سال 2021 شالکه سقوط کرد به بوندسلیگا 2، اما سال بعدش این 2022 دوباره برگشت به بوندسلیگا، ولی باز نتونست خوب کار کنه و 2023 دوباره سقوط کرد به بوندسلیگای 2. امروز میخواییم با هم دیگه شالکه رو بازسازی کنیم، ببینیم مشکل تیم از کجاست و کلی خرید خفن، کلی فروش و یه تیم جذاب بسازیم و بوندسلیگای 2 ببریمش برای قهرمانی بوندسلیگا و شاید هم قهرمانی اروپا. سلام و فقط چطوری؟ من سوبی زیرام، خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قبل شروع ویدیو سری به این پایین کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه، پیج اینستاگرام میاد بالا اونم سری به این فالو کنید. اینو بگم که فصل اول ما هیچ خرید و فروشی اضافه بر واقعیت شالکه نخواهیم داشت. آقا کلن شالکه 7 بازیکن خریده و این تا بازیکن فروخته و با این 7 خرید و این فروش قراره فصل سختی رو داشته باشیم. آقا با خرید فروشی که دیدیم ترکیب شد لاسمه، کارامان، درکسلر، مور، تمپلمن، شلنبرگ، بانگارتل، ماتریچیانی، کامینسکی، اوویجان و مولر. البته فکر کنم آره ماتریچیانی میندازم بیرون، برونه رو فیکس میکنم، این بهتره برای فصل اول. بریم فصل اول استارت بزنیم ببینیم نتیجه چی میشه. امیدوارم که نتیجه دلخواه به دست بیاد. حالا نمیگم قهرمانی بوندسلیگا 2، ولی خب دوم بشم حداقل که سود کنم به بوندسلیگا. برو بریم. یس، شالکه با 78 امتیاز شد قهرمان بوندسلیگا 2، هامبورگ دوم 74 امتیاز، سنت‌هاسن هم سوم شد با 66 امتیاز رفت و پلی آف. بریم ببینیم بازیکن‌ها چجوری تغییر کردن. لاسمه 71 very happy very unhappy، احتمالاً پولتر فیکس بوده. کارامان 71، درکسلر 73، مور 73. خب اینا منطقی هن، خیلی روشون حساب نمی کردم. تمپلمن 74، شلنبک 76، بامگاردل 77، برونر 75، کامینسک 72، اوویجان هم 77 و مولر هم 76. اینا اوکی بودن. جدول گلزن ها، پولتر گفتم فیکس بوده، شد 22 تا گل، درکسلر 13 تا گل، کارامان 11 تا گل، مور 4 تا گل و تقریبا بازیکنایی که میخوام بدم برن بهترین گلزنان بودن. تمپلمن هم کم بهش بازی رسیده. تمپلمن احتمالاً با سیگوین با هم دیگه رقابت داشتن برای فیکس شدن و حالا باز شده که خیلی بهش بازی نرسه. لاسمه چند تا بازی کرده؟ هفت تا بازی کلن که تو هفته بازی هم دوتا گل زده بود، دمش کم باز. رفت فصل اول تموم شد، عالی عالی، قهرمان بوندسلیگا 2 شدیم، صعود کردیم به بوندسلیگا. درسته حالا مثلا یه جایی بد بود، ترکیب لاسمه بهش بازی نرسیده بود، خیلی پیشرفت نکرد، ولی در کل فوق‌العاده بود فصل اول. بدون فوت وقت بریم سراغ فصل دوم. 4 تا پست میخوام بخرم، ولی خب چون تازه اومدیم بوندسلیگا نمیخوام اونقدرم خرج کنم و خب نمیخوام اونقدر کمم خرج کنم. درد 40 تا 50 میلیون به نظرم خیلی نرماله برای 4 تا بازیکن. اولین خرید یه CAM جذاب، یاریور شارن، بازیکن 22 ساله تیم اندرلخت بلژیک که فصل قبل 28 بازی برای اندرلخ بازی کرد و دوتا گل و دوتا پاس گل هم داشته، که آمار نسبتاً خوبیه برای یه CAM 22 ساله. خرید دوم، فکوندو تورس، یه وینگر راست جذاب از MLS آمریکا، از تیم اورلاندو سیتی، 23 ساله که آمار 20 بازی 7 گل و 2 پاس گل رو داشته برای اورلاندو سیتی، که دیگه این آمار خیلی فوق‌العاده است برای یه وینگر راست، قطعاً میتونه خیلی کمک کنه به هم. فاکوندو تورس. سومین خرید یه مدافع وسط جذاب، استراینجا پاولویچ، 22 ساله، بازیکن سربستانی تیم ملی سربستان که از سالزبورگ اتریش خریده شد، یه فصل هم برای سالزبورگ بازی کرد و 37 تا بازی 3 تا گل به عنوان دفاع وسط، آمار خیلی فوق‌العاده ایه و دفاع وسط قشنگ میتونه ببنده این بازیکن استراینجا پاولویچ. و بالاخره چهارمین خرید، یه خرید از بوندسلیگا، یه خرید آلمانی، لینتون ماینا از اف سی کلن، وینگر چپ جذاب، 24 ساله، 33 تا بازی برای کلن بازی کرد فصل قبل، 3 گل و 7 پاس گل داشت که آمار نسبتاً خوبیه، لینتون ماینا. خب 4 تا خرید انجام شد. یاری ورشارن 12 میلیون تقریبا، استرانج پاولویچ 11 میلیون، بله به پولتر، لینتون ماینا 11 میلیون 800،
فاکوندو تورز 11 میلیون 100 مجموعش 46 میلیون و 400 هزار دلار و خب اون هدفی که می‌خواستم بهش رسیدم بین 40 تا 50 میلیون و این شد ترکیب نهایی فصل دوم لاسمه ماینا ورشارن فاکوندو تورز تمپلمن شالنبرگ اوجان پاولوویچ بامگارتل برونر و مولر. بدون فوت وقت بریم فصل دوم شروع کنیم ببینیم نتیجه چی میشه. هدف گذاری منطقا صعود به لیگ اروپا و لیگ کنفرانس و چمپیونز لیگ نیست، همون که تا اصلا در حد هشتم تا دهم جدول بشم راضی کننده است برای فصل اول تو بوندسلیگا، که همین خودم رو توی بوندسلیگا فیکس کنم و بعدش تیمو بسازم و بریم برای قهرمانی بوندسلیگا. هدف از شد همین رتبه هشتم تا دهم اینا. آقا رسیدیم ماها آخر، دوتا بازی، اولیش مساوی شد، دومیش هم مساوی شد. این دوتا مساوی نمیدم چجوری میکنه داستانو. بریم ببینیم جدولو. خب رسیدم، چی میگم، به هدفی که میخواستم رسیدم، ولی خب ته تهش گفتم هشتم تا دهم بشم، شدم دهم با 46 امتیاز و بعدش ماینز و فرانکفورت و وولفسبورگ و بورسیا مونشنگلادباخ و قهرمانم بورسیا دورتموند شد با 83 امتیاز و بعدش بایر مونیخ 78 امتیاز شد دوم. خب بازیکن‌ها چه جوری تغییر کردن؟ لاسم 76 شد، پیشرفت خوبی داشت این دفعه. ماین 80، ورشان 79، فگوندو دورس 80، شلنبرگ 79، تمپلمن 75، اوجان 81، پاولویچ 78، بامگارتل 80، برونر 76، مولر 81. چه عجیب. نوبتی هم باشه، نوبت گلزناست. لاسمه فیکس شد و آقای گلمون شد با 15 گل. فاکوندو تورس 8 گل، کارامان 8 گل. کارامان تورس، کارامان بیشتر از فاکوندو تورس بازی کرد. لینتون ماینا 7 گل، 4 پاس گل، تمپلمن 6 گل، برونر 3 گل، ورشارن 3 گل. اونطوری فوق‌العاده نبودن بازیکنام، یعنی همه گل زد. مولر پاس گل داده یه دونه. چجوری پاس گل داده مولر از دروازه؟ فصل دوم تمومه، نتیجه رو دیدیم، بازیکنایی که تحقیق کردن دیدیم، همه رو دیدیم و بریم فصل سوم رو شروع کنیم بدون فوت وقت. برو بریم. آقا لاسمه که خب اوکیه، سن پایین 25 ساله فعلا باشه، تورس هم که تازه خریدیم، بهشارن که تازه خریدیم، ماینا که عالی، تمپلمن 75 ولی فعلا باشه، شالنبرگم باشه، دفاراس برونر دیگه 30 ساله شد و منطقه و تغییر کنه، بامگارتل خوبه، اوجان هم خوبه، مولر 81 ولی چون سنش بالاست بعدم نمیاد که تغییرش بدم مولر رو. و خب دوتا تعویض، دوتا خرید داریم، مولر رو میندازیم بیرون، برونر رو میندازیم بیرون، پس یه دروازه‌بان میخریم و یه دونه آربی. آقا من این هفت این فصلم هدف گذاریم برای خرید بازیکن بین 40 تا 50 میلیون دلاره. البته فصل قبل برای 4 تا بازیکن ما 40 تا 50 میلیون می‌خواستیم بدیم، این فصل برای 2 تا بازیکن، یعنی میشه گفت ارزش بازیکن‌ها دو برابرن. اوکی دیگه، راضی کننده است چون نتیجه خوبی که فصل قبل نگرفتیم، فقط توی بوندسلیگا خودمون رو فیکس کردیم و نمیتونیم اونطوری ول خرجی بکنیم. اولین خرید، خریدی که اصلاً با آمارش تو فصل قبل نگاه نکردم، الکساندر نوبل، بازیکن سابق خودم شالکه، خواستم به شالکه برش گردونم و جبران گذشته بکنم باهاش. از شالکه رفت بایر مونیخ و دوران خوبی رو نداشت این الکساندر نوبل و الان میخوام دوباره تو شالکه احیا بشه و فوق‌العاده پیش بره. خرید دوم، وندرسون، دفاع راست 22 ساله برزیلی تیم موناکو، که فصل قبل 31 بازی به موناکو بازی کرد و 1 گل و 4 پاس گل داشت که آمارش به عنوان یه دفاع راست آمار نسبتا قابل قبولیه و مطمئنم که میتونه به من کمک کنه. خب آقا خریدار انجام دادم، دوتا خرید انجام شد و حتی از هدف گذاری من کمتر پول خرج کردم و مجموعا 38 میلیون من خرج کردم و من هدفم بین 40 تا 50 میلیون بود. بریم آقا فصل سوم استارت کنیم هدف گذاریمون، صعود به لیگ اروپا. الان دیگه وقتشه که هدف گذاریمون صعود به لیگ اروپا باشه. برو بریم سراغ فصل سوم. بریم ببینیم آقا، امیدوارم که به هدف رسیده باشم. و ششم، لیگ اروپا رو گرفتیم، 57 امتیاز. تازه اگه تفاضل گلم یه دونه بیشتر بود، به خاطر گل زده بیشتر، من پنجم میشدم. اوکی آقا، همین که به لیگ اروپا صعود کردم اوکی، لایپزیگ قهرمان، دورتموند، بایرن، لورکوزن، بوسوک و بعدش شالکه 0-4. شالکه داره همینطوری پله‌های ترقی میره جلو. فصل اول که بوندسلیگا بود، بوندسلیگا 2 بود، قهرمان بوندسلیگا 2 شد،
و فصل بعدی شد دهم توی بوندسلیگا و فصل الان شدیم ششم بوندسلیگا و همینطور پله پله داریم میریم برای فتح بوندسلیگا. چه پیشرفته ای کردن بازیکن ها. لاسم 80، ماین 85، ورشارن 83، فکوندو تورس 84، تمپلمن 76، شلنگر 81، بندرسون 85، بامگارتل 81، پاولویچ 81، اوبجان 83 و الکساندر نوبل هم 83. گلزن ها چی جیان؟ لاسم 27 گل، ماینا 15 گل، فکوندو تورس 9 گل، ورشارن 2 گل، بقیه هم 1 گل 1 گل هم. میشه گفت گلزن ها بین 3 نفر پخش شدن، لاسم و ماینا و فکوندو تورس. آقا فصل سوم تموم شد، فوق‌العاده بود، هم نتیجه فوق‌العاده بود، رسیدیم به لیگ اروپا، هم بازیکن‌ها فوق‌العاده پیشرفت کرده بودن و الان وقتشه که بریم فصل چهارم استارت بزنیم با این هدف که حالا باز نمیگم قهرمانی بوندسلیگا، چون هنوز اونطوری اوورال اونقدر بالا نیست که بریم برای قهرمانی بوندسلیگا، ولی تو چارته اول باشم که چمپیونز لیگ رو برسم بهش. آقا بریم اول ترکیبو ببینیم چه بازیکنی باید بدیم چه بازیکنی نباید بدیم. این فصل بکنم دیگه فصلی باشه که لاسمه رو بدم بره، چون دیگه 80 و میتونم تقویت کنم تیمو، 26 سالش هم هست، خدای تا الان هم سه فصل نگه داشتم و خوبم کار کرد، ولی خب دیگه باید بدم بره. شلم بگم 26 ساله است ولی 81ه، نمیدونم. تمپلمن هم فکرم همون 26 ساله باشه، آره 26 سال، 76. تمپلمن هم منطقا بازیکنیه که باید بره از تیم و نمیدونم بامگارتل رو داشته باشم یا نه. بامگارتل 29 ساله، 81، نمیدونم بامگارتل، ولی اولویتم بامگارتل نیست، اولویتم الان یه دونه نوک حمله خوب و یه سی ام خوبه. بریم آقا، پس الان یه دونه استی میگیریم، یه دونه هم سی ام میگیریم دیگه، لاسم دورانش تموم، تمپلمن هم تموم. بریم ببینیم بازیکن چی میخریم. اولین خرید یه مهاجم نوک فوق‌العاده، استرایکر فوق‌العاده، سانتیاگو خیمنز، مهاجم نوک تیم فایر نورد، قهرمان لیگ هلند که با 15 گل فصل قبل شد چهارمین گلزن برتر لیگ هلند و خب میشه گفت یکی از قدرت‌ها و ستون‌های اصلی قهرمانی تیم فایر نورد و همتیمی علیرضا جیبی خودمون. دومین خرید فوق‌العاده، کریستوف بامگارتنر، بازیکن 24 ساله اتریشی تیم هوفنهایم که این فصل تو واقعیت رفت لایپزیگ، انقدی خوب بود. پس قبل از هوفنهایم 7 تا گل زد، 3 تا پاس گل داد و جالبش اینه که از هافک وسط تا نوک حمله بازی کرده و تو همه پست‌ها هم گلزنی داشته. این آمار خیلی فوق‌العاده است برای بازیکن. بریم آقا ترکیب رو ببینیم. خیمنز، ماینا، ورشارن، بامگارتنر، فاکوندو تورس، شلمبرگ، اوویجان، پاولویچ، بامگارتل، وندرسون و نوبل. بامگارتنر و خیمنز جفتشون اوورالشون 84 و خیلی خوبه دیگه. لاسمه 80 بود، تمپلمن 76 بود و این دوتا خیلی فوق‌العاده هم. آقا بریم فصل چهارم استارت بزنیم، هدف گذاریم توی بوندسلیگا، گفتم چارتای اول، رسیدن به چمپیونز لیگ، لیگ اروپا هم داریم و امیدوارم تو لیگ اروپا قهرمان بشیم. آقا رسیدیم ماه آخر، 1/8 لیگ اروپا خوردیم به المپیک مارسی، تیم خوبیه میشه زدش. او بازی رفت و بردیم، اصلا بقیه بازی نگاه نمی‌کنم. ببر، مساوی، سود کردیم. کلن چه ماه خوبی بود، به غیر از لورکوزن که 4-0 باختیم بقیهش فوق‌العاده بوده، حتی دورتموند هم زدیم. 1/4 رسیدیم به آپوئل اگه اشتباه نکنم، 2-2 خدایا نبازیم. یس 3-1 زدیم، وای نیمه نهایی منچستر یونایتد خوردیم. میبازیم که منچستر یونایتد. خب الان نمیدونم چی شد. آقا 2-3 صعود کردیم به فینال، یه فینال دی اف پی پوکال هم داریم، 2 تا فینال داریم، بایرن رو میزنیم توی فینال. یس 2-1 بایرن و رسیدیم به فینال لیگ اروپا با تاتنهام. آقا فینال با تاتنهام بزنین، تو رو خدا تاتنهام رو بزنین. بعد ترکیب رو نکنیم، فدریکو کیزا رو خریده، لوزانو رو خریده، کاکچو رو نمیشستم، اودوگی رو خریده، خیمنز فکر کنم اتلتیکو مادرید رو خریده، ادر میلیتائو رو خریده و دروازه‌بانش هم دیو کاستا. چه خریده خوبی داشته تاتنهام. آقا بریم نتیجه رو ببینیم، ببریم. یس 2-0 شالکه تاتنهامو زد و
خفن، خیمنز و بامگارتنر گل زدن برامون، یعنی دوتا خرید این فصلمون دوتا گل فینال لیگ اروپا مون رو زدن. سلطان خرید سوبی زیرو، کامنت کنید سلطان خرید سوبی زیرو. یس سوم 72 امتیاز، شالکه سوم شد و چمپیونز لیگو داریم برای فصل بعد. بایرن قهرمان، لورکوزن دوم. و خب آقا یه بازی اگه من بیشتر میبردم قهرمانم میشدم حتی. چه فصل فوق‌العاده‌ای بود، میتونستیم 3 تا جام بگیریم. فوق‌العاده آقا، فوق‌العاده، من دیگه حرفی ندارم. آقا بازیکن‌ها چه بریم چه تغییر کردن. خیمنز 88، ماینا 90، بهشان 88، بامگارتنر 87، فاکوندو تورس 88، شلنبرگ 84، اوبجان 85، پاولوویچ 86، بامگارتل 82، وندرسون 88، الکساندر نوبل 87. عالی. خیمنز 35 گل، ماینا 16 گل، فاکوندو تورس 15 گل، بامگارتن 12 گل، ورشارن 10 گل. 5 بازیکن خط حمله همشون بالای 10 گل زدن و سه تاشون بالای 10 تا پاس گل هم داشتن که این فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. بریم فصل پنجم رو شروع کنیم. فصل آخر میخوام باشه و هدف گذاری فوق‌العاده، قهرمانی بوندسلیگا، قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا. جام اصلا نمیخوام، همین دوتا رو بگیرم کفایت میکنه. بریم فصل پنجم رو استارت بزنیم بیایم. آقا رسیدیم به فصل پنجم، ترکیب ببینیم. اونا که اوکی ان، خط حمله و اینامون. یه دونه شلنبرگ نمیدونم، 84 27 ساله، خب باز بد نیست اونقدر. بامگارتن منطقه میدم میره 30 ساله، 82. اووجان 85 است ولی 29 سالشه. آره اووجان هم میفروشم. شلنبرگ نه، اووجان رو میدم بره به همراه بامگارتل. پس شدیم دو تا خرید دیگه، یه دونه مهاجم، یه دونه ال بی، یه دونه سی بی. اولین خرید یه دفاع وسط فوق‌العاده از آلمانی بوندسلیگا، 23 ساله، نیکو اشکلوتربک، مهاجم وسط تیم دورتموند که فصل قبل برای دورتموند 4 گل و 5 پاس گل داشت به عنوان دفاع وسط. خیلی فوق‌العاده است و اگه بگم شاید یکی از ارکانای اصلی دورتموند بوده برای حالا دورتموند داشت قهرمان میشد فصل قبل دیگه. اگه بگم که از ارکاناش همین اشکلوتربگ بوده دروغ نگفتم. نیکو اشکلوتربگ اولین خریدمون. بریم سراغ دومین خرید. یه داستانی پیش اومد، من الان متوجه شدم که این دو سه دقیقه ویدیوم رکورد نشده بود صفحه بازی و من یه خریدم داشتم، دفاع وسط اودوگیو خریدم. ترکیب نهاییمون شد این: سانتیاگو خیمنز، لینتون ماینا، یاری ورشارن، بامگارتنر، فاکوندو تورس، شلنبرگ، اودوگی، پاولوویچ، اشکلوتربک، فندرسون و الکساندر نوبل. آقا فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. بریم آقا، بریم فصل پنجم استارت بزنیم و ببینیم به هدفمون میرسیم یا نه. اوه 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 اوه، یک هشتم چمپیونز خوردیم به رئال مادرید. لیگو ببینیم. خب لایپزیگ رو 5 تا زدیم، باخت و یس بازی رفت و 2-1 زدیم رئالو، برگشتم نبازیم. اصلا من انقدر حواسم الان به چمپیونز لیگ است نمیتونم بازی دیگر ببینم. فرانکفورت برد و رئالو ببینیم چیکار میکنیم. مساوی و صعود، صعود به یک چهارم چمپیونز لیگ. چه ماه خوبی بود، چه ماه خوبی. فقط یه دونه دو دورتموند مساوی کردیم و بقیه رو بردیم. نیمه نهایی ناپولی، نیمه نهایی که نه، یک چهارم نهایی ناپولی، 3-0 زدیمش و سوراخ کردیم. چرا چقدر رفتیم جلو زده راحت تر میشه. نیمه نهایی شد آیس روم، رئال ناپولی، بعدش آیس روم. ببینیم میزنیم یه 3-1 روم هم زدیم و برگشت یکی هیچ باختیم و فینال چلسی. آقا بریم فینال چمپیونز لیگ رو داشته باشیم. قبلش ولی میرم لیگو ببینم تو لیگ قهرمان شدیم یا نه و بعدش با یه انرژی خوب، با یه روحیه خوب بریم برای فینال چمپیونز لیگ با چلسی. یس 78 امتیاز، شالکه قهرمان، با یه اختلاف خیلی زیادی هم قهرمان شد شالکه. لورکوزن 74 امتیاز، 70 امتیاز میگم، و خب عالی. آمار بازیکنام قبل از فینال ببینیم. خیمنس 91، ماینا 91، وشارن 89، بامگارتن 89، فاکوندو تورس 93، اودوگی 88، پاولوویچ 88، اشکلوتربک 89، وندرسون 90 و الکساندر نوبل 89. کمترین باز اوورال معبود و شلنبرگیه که تنها بازیکنیه که ما نفروختیم از این شالکه‌ای که فصل اول داشتیم.
خب منطقی هم هست که کمتر از همه پیشرفت کرده باشه و خب محسن‌ترین هم هستی. آقا فینال چمپیونز لیگو میخوام فقط قسمت هایلایت ها رو بازی کنم. اینو تو کامنت حتما برام بنویسید که نظرتون چیه، من حالا بازی مهم مثل فینال چمپیونز لیگو خودم بازی کنم یا کلا اسکیپ کنم یا همین در حد هایلایت بازی کنم. این حتما تو کامنت بنویسید. ویدیو اول که با چلسی بود و کلا اسکیپ کردم، ویدیوی با شالکه رو میخوام با هایلایت برم. برای ویدیو بعدی بهم بگین که چیکار کنم دیگه. خب فینال چمپیونز لیگ ورزشگاه کدوم ورزشگاه است؟ نمیدونم کدوم ورزشگاه است. ورزشگاه آتاتورک ترکیه استانبول، بس مثل واقعیت فکر کنم پیشرفته چون امسالم ترکیه بود دیگه. شالکه مقابل چلسی، برونو فرناندز هم خریده چلسی، اوسیمن هم که خریده و چیزی که دیدم و خریدهای خوبی داشته چلسی. بریم بازی داشته باشیم. نمیدونم چه صحنه‌ای قراره بهمون نشون بده. یه سولوران، یه دونه میشه گفت حرکت انفرادی از خیمنز. آقا باید ببریم، باید ببریم، 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 برو 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 ولکام، برو گم شو، برو گم شو. خیمنز توی دروازه، توی دروازه، اولین گل شالکه، سانتیاگو خیمنز. یس 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 یس. باریکلا خیمنز جون، عالی. آقا بریم برای دومین صحنه، یه تو ضد حمله برای شالکه. ورشارن شروع کننده این ضد حمله است. ورشارن پاس بلند برای خیمنز که نمیرسه به خیمنز. اوکی اشکال نداره، یه ضد حمله دیگه برای شالکه. دقیقه 51 بازی، دقیقه رو کاش میگفتم تا الان. دقیقه 51 بازی، بانگارت گارتنر پاس تو عمق خوب برای سانتیاگو خیمنز. خیمنز بامگارتنر وشارن ماینا و پنالتی برای شالکه. لینتون ماینا، این که دیگو دالوت فکر کنم. آره دیگو دالوت مرتکب خطای پنالتی میشه. خیمنز شچره اینطوری زده تو آسه، گل شد. آقا مثلا چی بلد نیستم، چه چی بیام زدم گل شد. گل دوم و تمام. شالکه 2-1 چلسی رو زد و قهرمان چمپیونز لیگ شالکه آلمان. شالکه رو از بوندسلیگای دو تحویل گرفتم، قهرمان اروپا تحویل دادم. آقا خوشحالی کنین. چقدر خرید داشته، چولیه رو خریده بوده چلسی، آراوخو هم دیدم خریده بود. چلسی هم خیلی بازی اون گرفته، ولی خب تهش این شالکه است که با سلطان سوبیزی رو قهرمان چمپیونز لیگ میشه علاوه بر بوندسلیگا. خوشحالی کنید دوستان، خوشحالی کنید، حقتونه این خوشحالی. بله لحظه بالا بردن جام، لحظه بالا بردن جام. کاپیتان فکر کنم شلنبرگ باشه اگه اشتباه نکنم، و شلنبرگ باید جامو بره بالا سرش. جام خوشگل چمپیونز، اصلا از خوبیای این فیفا همین لایسنس بودنشه. شلنبرگ بله کاپیتان شالکه، جامو میخواد ببره بالا سرش و برو برو برو. واریکلا دیگه رفقا، پرونده ویدیو رو ببندم، امیدوارم لذت برده باشه. خودم که خیلی کیف کردم، یعنی به هر هدفی که داشتم رسیدم فصل به فصل، چه از نظر مالی، چه از نظر جامی، چه از نظر پیشرفت. دمتون گرم که تا اینجا من همراهی کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله فراموش نشه. دمتون گرم که تا اینجا من همراهی کردید، خیلی دوستتون دارم. مرسی مرسی مرسی. برو بریم.